فنادات که در افغانستان است میفهم این که خانم دوم یا زن دوم جنجال خود می داشته باشه، یعنی به این خانم ها اصلا نمودی موضوع نیستن. چی باید شد در صورت که میفهمیدین که دکتر خانم داره اولاد داره، چی باید شد که شما هم آماده هستی شوین که بایشان ازدواج بکنید؟ اساس حکم الله تعالی و صفات را که دکتر سید داشت و اساسی یعنی حکم الله تعالی و قانون الله که بسیار زیاد واضح کتاب و از او درک من به اندازه آخر بود و دوسته بودم ولی به این خاطر من این رکار قبول کنم و دوسته بخشی جا کنم. تو حس بخیلی و یا حس حسودی بعض وقت شما ایت مراجعه نمی کنم؟ ولی معلوم دار که این خصوصیت به سرشت هر انسان از درک تولد وجود دارم این ما نمی کنم را بودی وجود دارم ولی انسان ها میشه به خاطر اصدار می کنم که چیز را دوست می داشتم و الان تا ما نگه او بندی من بندی نیکنه نگه شاید که چیزی رو بخواد میپسنده برای دیگه را هم بخصنده. در سوش بوستنده پرسند بکنم چی ضرورت دارین چهار خانم داشته باشیم؟ سوال من هم بود بسیار عالی. ضرورت انسان با این قانون خدا با اساس ضرورت فطری انسان ساخته شده. یک زن همیشه فطرتشیست که میتونه یک انسان دوست داشته باشه، یک واقعا اگه یک خانم یا یک دختر خوب باشه تنها یکی را میتونه دوست داشته باشه. هیچ واسه که یک دختر چند نفر دوست داشته این فطرت است که خدا برش داشته. و یک مرد همیشه هیچ مرد دنیا نیست که اضافه تر از یک زن دوست نداشته. پس به اساس فطرت ما که خدا ما را ساخته به او اساس ما ضرورت اضافه تر داریم در شرطی که شرایطش ما بتانیم عملی بکنیم. این ضرورت هر انسان است. هر کدام مرد در دنیا که نخواهی که زن دوم داشته باشه، سین داشته باشه، تعداد زیاد خانم داشته باشه، هر مرد میمره. میمره پشت یک کسی که اگه خانم دیگه داشته باشه ولی نمیتونه شرایط شر داشته باشه. ما از اون خاطر خدا میگه که تو یک انسانی که شرایط یک زن نمیتونی برآورده بسازی تو زن دوم تا چه وقت میخوایم چهار خانم داشته باشیم؟ تا که زنده هستم. همیشه خانم باشه زنده شدم. هر کدومش کم میشه و میخوایم که چهار خانم داشته باشم. به خاطر چی؟ از مکد خانم ما خوشبخت میشه. ما خوشبخت انسان هست. فکر میکنین در صورتی که سن شما هم پیش رفته باشه تا شما یادآوری کردین تا که من زنده هستم باید چهار خانم داشته باشم، سن شما هم پیش رفته شده باشه و از صد سالام شدم برای شما خود به این موضوع ازر هستین فکر میکنین که از دیگه حاضر خواهد شد باشم آسیب من هر وقت سر من دختر عاشق میشه مثلا کسان یکی از دلایل من هم دلیلش این رو بدهیم من زندستم من کسی رو نمیگیریم که سر ما شد دقیق چی رو یکیش شما نسبت به دیگر مسلمان ها دارین که بالای شما عاشق میشه؟ من بهترین مومن هستم. یکی تو مومن پیدا نمیشه در دنیا مومنی که یعنی این حتمی هست یک بالای بهترین مومن تمام دختر رو عاشق باید باید به خاطر که خدا سی کنیم وقتی که با خدا شدی این کل کائنات به خدا تعلق داره و این دخترها و زنها بنده خدا هستند. پس وقتی که تو بهترین شدی محبت رو در دلای من در دست اینجا فکر نمی کنم شاید کسا دیگه هم باشه که بهترین باشن. من ندیدیم طالب باشم هیچ کسا در دنیا من ندیدیم که واقعا چیزی که من امروز هستم و چیزی که عقیده دارم و چیزی که می دهیم ندیدیم. این روزار از جدا خود تا شاید باشه در ترس پیدا کنید که یک کسی که 50 ساله است 15 ساله، 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله دختر و زن سرش عاشق شد و او بفاید که با او ازدواج کنه. من پشت کس نمیرم. خب من پشت کس نمیرم یک موضوع دیگه بالاخره به خاطر از اینکه شما بیشتر یادآوری کردین که کسی که شما رو دوست داشته باشه و شما رو دوست داشته باشین به این صورت باید نکاح صورت بگیره. حق چهار خانمه داریم پس اینقدر مردم که عاشق میشه اینا چی میشه؟ انتظار بکشه اگر خدا چند پرسون داد خوب بگنی میتونی انتصاب بکشید در این صحبت های خانم کنم بشتم گویل وقت شما چطور آیا بحثای میداشته باشین در این باره و یا گفتنی های شما هم میداشته باشین ایک انتخاب خانم هم میگن تا آخر هم نوید چهار خانم داشته باشم من باید بگویم موافق هستن اصلا؟ بله البته بله من جه سوال اینجا هست که شما من حیث خانم چطور موافق هستن؟ هیچ وقت سر صدای بلند نمیشه در این باره اشاره کردم که کلی در اوایل این حالا فعلا بله بسیار دقیق اطلاع دارم از اینکه کسا میخواین باشن نکاح بکنن در این تمام مسائل ما یعنی هستن شما بشناسین؟ بله مطلق نه تنها ما بلکه دو خانوادگیشان در جریان هستیم و هیچ عرف دکتر از ما تکان نیست.
اخلاق تمام مسائل امره ما بحث میشد و این بحث ما که چه شریک هستیم و برشون البته مشوره های ما مشوره هایی نیست به این معنی که نباید از این ازدواج خودداری بکنیم. به این صورت است که ما همیشه که تش موفق بودیم و بله عطا انشالا که با کس بندی نیه و خواستگاری هم رفتیم و خواهد رفت. وقتم به من زیاد سوال پیدا شده که چطور یعنی وقتم مشکل است که نکنم وقت کوتاه است و بسه زیاد بود خلاص وقت کم داریم اما متاسم مازم خود را یادوی کردیم که سوال ما بیشتر است و وقت برنامه ایجاب نمی کنه که بیشتر با دکتر است در این موضوع پیش بریم. اما دوستان ایزی که مطمئن هستم طبعا برای همگی سوال خلق شده برای همگی یک موضوع نو است وقت ایزی که شاید اولین برنامه باشه که بالای با این قسم موضوع و میمانه ایشان حاضر شده و خانم شوهر عبدش میشه و صحبت میکنه و راحت برای عبدشان مشکل هم نیست و از زندگی خودم خوش هستند. تمام دوستان یک سوال دارن میشه در صفحه فیسبوک تلویزیون روان بکنن و حتما در برنامه آینده هم دکتر سویا با خانمشان نه البته با خانم هایشان در برنامه خواهد داشتیم و صحبت خواهد کردیم و مطمئن هستم که بحث جالب و دیدنی است.